تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آیه رو 5 دقیقه 4 دقیقه کمتر بیشتر تفسیر میکنیم. از اول قرآن شروع کردیم، الان جزء 6 هستیم. طبق معمول صدای قرآن رو بشنویم. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب از تو میخوان که کتاب و نوشته ای از آسمان برایشون فرود آوری. یهودی ها میگفتن تورات یه جا نازل شد، چرا قرآن آیه آیه نازل میشه؟ یه جا قرآن نازل بشه. خب این بهانه است. قرآن یه جا میگه که حتی اگر قرآن یه جا در یه نامه قابل لمس هم میآوردیم بازم اینها قبول نمیکردن. لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر همه کتاب رو یه جا در یه نامه میآوردیم، لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، یعنی اگر ما یک تمام کتاب رو یه جا در نامه میفرستیدیم، فلمسو به ایده اینا خودشو دست میگرفتن، مثل که بارون رو میگیرن دست میکردن، این ورقه رو از آسمان میگرفتن، بازم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، میگفتن این جو سحر بیشتر نیست. سوره انعام آیه 7. اون چیزی که میخواد بهانه بگیره، حالا مثلا شما چه کار داری که قرآن یه جا نازل شد؟ قطع قطع نازل شد، یعنی مشکلتون اینه. حالا به پیغمبر میگفتن لن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علانا کتابا نقرأه. باز در سوره اسراء آیه 93 داریم که میگفتن لن نؤمنه، ببینید کلمش بی حیا بودن، نمیگن لا نؤمن، میگن لن نؤمنه، یعنی هرگز به تو ایمان نمیاریم. با پررویی میگفتن ما به تو ایمان نمیاریم. چرا؟ میگه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یعنی ما ببینیم یه کتابی آمد و بخونیم. بهانه‌ای که می‌گرفتن این بود چرا قرآن آیه آیه نازل شد، چرا قرآن یه جا نازل نشد، اینا بهانه‌ش بود. خدا میگه که ببین این بهانه رو شما سابقه ده، ما سابقه شما رو داریم. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک، از موسی شما یهودیا که میگید چرا قرآن یه مرتبه نازل نشد، موسی که تورات یه مرتبه آورد ایمان آوردید؟ میگه شما حرفتون این نیست که چرا قرآن یه مرتبه نازل نشد. خب مگه تورات یه مرتبه نازل نشد، چرا رفتی سراغ گوسر پرستی؟ چرا رفتی سراغ گوسر پرستی؟ فقط سأل و موسی اکبر من ذلک، سابقه شما خرابه، از موسی بدتر از اینا سوال کردن، گفتن ارنا الله جهرتن، خدا رو نشون بده. حالا شما کتاب خدا رو میخواد ببینید، به موسی گفتید خود خدا رو میخوام ببینیم، و خداوند فأخذت هم الصاعقه به ظلمهم، به خاطر این ظلم شما، یعنی عقیده کذب و توقع نابجای شما که ظلم هست، ظلم همش کتک زدن نیست، توقع نابجا، بهانه نابجا، این هم ظلم است. خداوند را میخواستید با چشمتون ببینید، حالا اینجا کتاب میخواد به چشمتون که یک کتاب داره میاد، از موسی بدترش خواستید، گفتید میخواد خدا رو به چشم ببینیم. غافل از این که اگر شما خواست بشه خدا رو با چشم ببینید، باید خدا جسم باشه. اگر جسم هست وقت مکان میخواد، اگر مکان میخواد باید مکان قبل از خدا باشه، یعنی باید مخلوق قبل از خالق باشه. این سوالای غلط را شما سابقه داشتید، موسی کتاب آورد، یه جام آورد، بهانه گرفتید خدا رو میخوام ببینیم، سراغ گوساله پرستی رفتید، ولی در این حال فعفونا عن ذلک، ما خدای خوبی هستیم، با اینکه شما گوساله پرستیدید چون توبه کردید ما شما رو عفو کردیم، ما
و ما به موسی سلطان مبین دادیم، یعنی به موسی یه حجتی آشکار دادیم. خب این آیه میفرماد که مسئله سوء سابقه رو مطرح میکنه. سأل و موسی اکبر من ذلک، شما سابقتون خرابه، از این سوالا رو از حضرت موسی هم داشتید. بنی اسرائیل در پی حق نبود، اگر در برابر حق بود این همه معجزات رو دیدن، دیگه چرا به سراغ گوساله رفتن؟ خب به پیغمبر میگه پیغمبر قصه نخور که اینا ایمان نمیارن، تمام انبیا گیر یهمش آدم های لجباز بودن، انسان هر کاریش بکنه لجبازه. مثلا قرآن میگه جهنم 19 تا فرشته داره، میگه حالا چرا 19 تا؟ خب بگیم 18 تا، میگن چرا 18 تا؟ بگیم 20 تا، میگن چرا 21 نیست؟ خواسته باشی اشکال کنی که جا اشکال هست. خب انحراف فکری، توقع نابجا، لجبازی در مقابل انبیا قهر خدا رو دنبال داره. فأخذت هم الصاعقه، به پیغمبر میگه پیغمبر اگر در مقابل تو بهانه میگیرن ناراحت نشو، این بهانه ها در طول تاریخ بوده. پیغمبر اسلام قصه نخور، این بهانه ها همیشه بوده. پیغمبر اسلام بهانه هایی که از داشتن در از انبیا توقعات بالاتر و بزرگتری داشتن. پیغمبر اسلام در جریان باش، مردم در جریان باشید، این توقعات و بهانه ها اخذت و مستاقه قهر خدا رو دنبال داره. بله، ولی در این حال رحم خدا رو ببین که حتی کسی که خدا رو با گوساله معامله کرد، به جای خدا پرستی رفت گوساله پرستی، بازم رحم خدا اینه که خدا رحمش فقط است که گوساله پرست هم میبخشه اگر توبه کنه. راه توبه همیشه بازه، در دین بنبست نیست، هر کس هر غلطی بکنه راه برگشت داره. انبیا مورد حمایت پروردگارن و آتینا موسی سلطان ما بینا. چی شد؟ یک رهبر نباید از توقعات مردم ناراحت بشه. دو، تمام رهبران آسمانی گیر یه آدمای متوقع بودن. سه، اینا دروغ میگن که میخوایم کتاب ببینیم چرا قرآن یه جا نازل نشد. تورات هم که یه جا نازل شد اینا ول کردن از نصرا گوساله. چهار، عفو خدا گوساله پرست توبه کننده را میبخشه. پنج، انبیا مورد عنایت خدا. این پیام ها این آیه 153 بود. این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.